داری میکاپ میکنی؟ آره، دارم میرم پارتی، دیرم سر کار اومدم. خب اب نداره، خب دوست داشتم باید بیشتر صحبت کنم. چه خبر؟ سلامتی، یکم صحبت کنیم بعد لایو میبندم، بشین آرایش کن نظرت چیه؟ اوکیه. اوکی، چون خواستم یکم باید صحبت کنم. چه خبرات؟ مخواه بیری مهمونی؟ سلامتی. آره دارم میرم ریو. ری یعنی چی؟ ریو ریو پارتی تکنو رنده، از این تکنوی که اینجوری. دوست داری؟ آره کلن تکنو فنم. تکنو فنیم، خیلی هم عالی. یه بیوگرافی بده. من محمدم، اسم دومم، دوستای نزدیکم صدا میکنن بلا. بلا بلا یعنی چی؟ به ایتالیایی یعنی زیبا، ولی بلا یه داستان متفاوت داره. اسم کاراکتر درگ کوین همه. درگ کوین. خب بلا چی صدا بزنم؟ بلا بلا یا محمد، راحت هم با جفتش. اوکی محمد بهتره. خب بعد چند سالته؟ وزنت قدتو بگو. وزن قدم 25 ساله. هم 1.86 وزنم، 70-72 ایناست. بعد اگه دوست داری بگو کجایی، اگه دوست داری اگه نگویش. استانبول زندگی میکنم. استانبول. چیزی توریستی رفتی یا نه مثلا تفریح؟ جان دانشجو هم. دانشجو. دانشجو چی؟ فشن. فشن. هرهی مگه ترکیه چیزم میگیره؟ یعنی دانشجوی فشن هم میگیره؟ آره بابا. فکر کردم همش مثلا همین دکتر و مهندسی اینا رو میگیره. اکثر دانشگاه دارن این رشته. هلو حبیبی چطوری؟ خب خیلی هم عالی. بعد خودتو چی؟ لایک مثلا ترنسی، گیلی، شیمیلی، استریتی؟ گیم. گی هستی. ولی تو پوششی؟ درگ کوین میکنم گاهن. خب حالا میکاپ اینا برای پارتی و این چیزا میکنم. ولی کلا نرمالی مثلا پسرونه میری بیرون با ریش و سیبیل و اینا؟ حالا ممکنه ریش و سیبیل و اینجور چیزا هم بزنم، ولی خب خیلی چیز نیستش. درگیر نیستی. پوزت چی؟ آزادی یا نه؟ یه جورایی نه آزاد یا نه یک مثلا یه طرفه ای، حالا چه تاپ چه باتوم یا دو طرفه؟ طرفم. یه طرفه چی؟ تاپ. تا الان که تاپ بود. نمیدونم جدی تاپی؟ آره نمیدونم در آینده چی پیش بیاد، ولی تا الان این بوده. تا الان تاپ چی هن؟ توینک. توینک ترجیح میدم. توینک چرا؟ چون که هرچی جوجوتر جوانتر نگهت میداره. بچه رو مثل من بابا پیر پاتال نشست و برخواست کنه. آخه خب نه همچی میگی، مثلا جوان نگم داره، خودت 25 سالته، بچه ای خودت. خب به خاطر همینه میگم، میگم چرا مثلا تو این سن با سن بالا مثلا اوکی باشم. کلا هم نیستش، بعضی تایپشون هست بالاخره. باز من اصلا آف میشم با تو این کار. واقعا؟ آره من اصلا خودم تو این حساب میشم دیگه. درسته؟ من خودم تو این حساب میشم، ولی خودم با هیچ وقت با یه تو اینک نمیتونم. حتی با یه پسر استریتی هم که مثلا استریت باشه ولی تو اینک باشه نمیتونم ارتباط برقرار کنم. من فقط سن بالا دوست دارم، 40 به بالا. جدی شوخی میکنی مثل همیشه؟ این مسخره بازی های فانته یا جدی؟ 40 به بالا کلن اوکی؟ یعنی 40 خوب دیگه، یعنی 30 تا 40 ولی خوب مردونه دیگه. 30 تا 40 مردونه. اینطور. بعد چجوری میشه یه کسی تاپ باشه و مثلا کوین هم باشه و بعد کلن خودت هم مردونه نیستی مثل خواهری؟ نه مردونه نیستم. خب پس چجوری میشه؟ مثلا چجوری اونا به تو حس دارن وقتی خودت مردونه نیستی؟
دیگه تمایلات و گرایشات مختلف وجود داره دیگه. مثلا من یه دوستی دارم درگ کوینه ولی استریت، زن و بچه داره، شاید باورت نشه، حتی زنش هم مثلا میدونه درگ کوین میکنه ولی خب استریت. استریت، خیلی عالی. از چیز راضی؟ خب تو که تاپی دیگه، تا حالا چیز بودی؟ محفول بودی؟ با اولین دوست پسرم 18 سالم بود یه بار ورس بودم. ورس بودی ولی دوست نداشتی؟ نه دوست نداشتم، یعنی از همون اون شد که کلن که دیگه نرفتی. ولی یکی از پومن، آره یکی از پومنهای مثبت اینه که تاپی، یعنی مثلا تاپ ها همیشه جز بهترین هم تو دنیا، یعنی هیچ درد سری نداری که اصلا. خب مثلا منی که فقط شلن. مفعولم شلنگ کنی. آره شلنگ کنی، شیف کنی، نکنی، تو تاپی، هرچی که ببخشی پشمالوتر باشی، هرچی زشتر باشی، هرچی گنده تر باشی جذابتر. ولی به قول خودت این که ربطی نداره، خیلی ها هستن کلا مثلا تاپ توینک دوست دارن، چه بدونم، یا به قول خودمون ایوا خواهر، اینجور چیزا. ایوا خواهر. بعد با ترکا چطوری؟ اینجا یکم چیزه، تو ایران خیلی کیسای بهتری هستش حقیقتا، اینجا اکثرا مردونه به پست آدم میخوره و خیلی چیز نیست، برای من خوشایند نیستش. چی؟ خب ترکاشون خیلی درشتن، بعد ترکا فقط مرداشون خوبه، اونایی که مثلا میدن اصلا به درد نمیخورن، همه درشتن و زشت. تو این کاشون اکثرا استریت هن، شاید باورت نشه، بعد مرداشون کونی هن. مرداشون کونی هن، آره، و خیلی زیادم شده. خیلی زیاد شده. بعد بارمارم میری؟ بار خیلی نه ولی کلا باره، معمولا هفته یه بار میرم. بعد کدوم کلاب میری؟ اسم کلاب بارو حقیقتا نمیتونم بیارم چون که داستان درد سر میشه. آره آخه چون من یه دونشو رفتم، همون که کوچیکه تو زیر زمینه. کدوم؟ فابریکاش. آها سوپر فابریک. آره سوپر فابریک. میبرم چند تا گی کلاب خیلی خفن. بعد خب توی چیزم، توی گی کلاب ما رو راه نمیدادن، گفتن اینجا فقط بعد مردونه بیان، شما ترنس. میبرم گی کلابایی که کلن چیزه، اوپن، آزاده، میدونی هوموفوب نیستش، ترانسفوب نیستن. یه سری گی کلابا که همون نزدیک تکسیم و این چیزان، چون اکثرا عربا و این چیزا میرن، بعد یه جوری روش که خودشون مثلا چیز دارن. ببین همه گی کلابا کلا یه سری دنسر و درگ کوین و جک و جنده و این چیزا دارن دیگه. بعد مثلا دارن کلابای اون لوک، به خاطر اینکه خیلی توریست خورش بیشتره و خیلی عربا و کلا هر کسی که میاد ترکیه میره تکسیم دیگه. آره دورو بر میرن اونجا به خاطر اینکه بیزینس چیزا خراب نشه، کارگرای جنسی خودشون خراب نشه، چون فکر میکنن حالا هر کسی که اینجوریه مثلا بیزینس میکنه، چه بدونم اینجوری میکنه اونجوری میکنه، راه نمیدن اکثر. مثلا پیش اومده که منم راه ندادم ولی با ریش رفتم رام دادن. آره اسم اون باره که گیا تکیلاس مکیلاس که توی استقلال همون. بعد من رفته بودم، بعد منو راه ندادن به خاطر اینکه فکر میکردن که من میخوام بیزنس کنم. آره چون که جندهای خودشون اونجا این کارا میکنن. بعد یک اینایی که اسمشونو میارم جاهایی که خودم نمیرم، به خاطر همین اسمشونو میارم، درد سر نمیشه. درسته هم نره کلن. مثلا یه گی کلاب دیگه هست اسمش چیکیه. چیکی هم که دارک رومه. رفتی ها؟ فقط شنیدم تا رفت مثلا فقط اسمشو شنیدم، دوستم گفت بریم اونجا ولی نشد بریم، ولی میدونم که دارک رومه. مثلا میری تو دارک رومش یه با یکی با کیر میاد تو صورتت، یکی کونش رو جلوت باز میکنه. آره اونجا رایگانه یا ورودی داره؟ ورودی داره، حالا بستگی داره که اگه آشنا داشته باشی گست بشی یا نشی، ولی خب معمولا گی کلابا نمی کنن. درسته. خب که عالی، از فواحش همونجا باشی. تو الان به عنوان دانشجو میتونی دیگه بری ایران و برگردی؟
مشکلی ندارم. مشکلی نداری. بعد چند وقت اونجایی؟ من الان 3 ماهه تقریبا. آه، تازه رفتی پس. آره و چرا رفتی رشته همین فشن؟ برای اینکه فشن رو دوست دارم. بعد اینکه من بیشتر دانشگاه رو به بهونه اقامت حقیقتش چیز کردم، ثبت نام کردم. کردی. بعد الان اقامت ها چطور شده اونجا؟ مثلا تو دانشجویی چجوری به اقامت میدن؟ دانشگاه ثبت نام میکنی دیگه، دانشجویی میتونی بگیری. چقدر میتونی با دانشجویی چقدر میتونی بمونی ترکیه؟ هر چقدر که دانشجو باشی. هر چقدر دانشجو باشی. بعد شرایطش چیه؟ مدارک تحصیلی داشته باشی که قابل ارائه باشه، معدل قابل قبول اون دانشگاه دیگه، پول 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 دیگه. ها بیشتر پول دیگه. نه همه جای دنیا پول حرف میزنه، پول درست میزنه. بعد با خانواده یا تنها یا همخونه؟ همخونه دارم، دوتا همخونه دارم. اونا ایرانی هستن؟ آره. آره خب خوبه، پس تنها هم نیستی. به تقسیم نزدیکی یا دوری؟ نه به تقسیم نزدیک نیستم، اونجا بیشتر منطقه چیزه توریستی و میدونی خیلی شلوغه، هم گرونه هم شلوغه، خیلی منطقه تاپی نیستش. میدونی در دهاتی خیلی زیاده تو اون منطقه، یعنی آدم های داغون چیپ، به خصوص که مثلا از ایران فرار میکنی که ایرانی ها رو نبینی، اونجا خیلی ایرانی میبینی. خب دیگه اونجا خب توریستیه دیگه، مثلا خب تقسیم همه همه بیشتر ایرانی هن دیگه، چون همه اومدن سفر دیگه و میان اونجا دور بزنن و عکس بگیرن. نه لبلشون چجوریه؟ افتضاح ترینشون سوریا و سوریه یا فلسطینیان، کاملا داغون، گداگودول فاجعه. بعد میتونم بگم عراقیا، بعد ایرانیا. بعد اینکه من که خودم چرا ترکیه رو انتخاب کردی؟ یه سری داستانا پیش اومد، کلن دیگه مجبور شدم اینجا این کار رو بکنم. داشتم میرفتم یه کشور دیگه، هنوزم ولی چیزم دارم اقدام میکنم برای یه کشور دیگه. گفتم که دانشگاه رو بیشتر به بهانه اینکه اینجا بمونم و ایران نیام چیز کردم، ثبت کردم، چون که جو ایران خیلی تخمیه. خیلی عالی. نداشته باشه آخوند کاریت نباشه، نداشته باشه همین منشنا رو کامنت ها رو یکم بالا پایین کن. در دهاتی ها در به داغونا دارن کسچراشون رو میگن، حالا خودشون تو کفن ها به خدا یا تو دایرکت انه تو میخورن، ولی اینجا گوخوریشون هم میکنن. اب نداره. بعد سوالم چی بود یادم رفت، خواستم بپرسم ازت. این حرام زاده حرام زاده به ایرانی ها چرا حرف میزنی؟ خارکسته من خودم ایرانی هم، میرینم پس تو دهن توی خارکسته که ریدی با این فرهنگت. منشور اب نداره خوش... اب نداره ولش کنش خم. بالی بعد الان ریلی یا کلن رابطات چجوریه؟ دوست داری تو ریل بری با یه نفر یا نه دوست داری مثلا با آدم های متنوع باشی؟ کات کردم رابطه چند سالم و کلن از وقتی که کات کردم با کسی نبودم. خب چجوری آشنا شدی و چرا کات کردی؟ آشنا که حالا از طریق مجازی با هم آشنا شدیم، صحبت کردیم این چیزا. خب یه حالا چند سال با هم بودیم و چند وقت پیشا کات کردیم، حالا به دلیل دوری و یه سری مسائل اینجوری. بعد چجوری نقشه یک مرد رو بازی میکنی؟ نقشه یک مرد رو بازی نمیکنم، من خودمم. حالا خب میگم تو که الان خب از نگاه من به یک مرد تو نیستی، مثلا نگاه من به یک مرد، من تو رو یک زن میبینم الان. میتونی ببینی. بعد منم ادعای مردی و مردونگی ندارم، صرف این که حالا تاپم، لذت جنسی مو اینجوری میبرم. خب میخوام همینه برام سوال دیگه، میگم چجوری خودتو یک مرد میدونی وقتی که ظاهرت زنونه، صحبتت، رفتارات همه مثل خانوماست؟ گفتم که من اصلا خودم رو یک مرد اصلا نمیدونم، یعنی
حالا صرف این که از کیرم استفاده میکنم، این معنای کلیشه‌ای مردونگی رو که تو خاورمیانه خیلی بلده رو قبول ندارم. به قول سری مرد چیه؟ مرد به کیرش و ثروتش. آره مثلا خب تصورات من از یک مرد اینه، یک کسی که میکنه مرد، یک کسی که میده زنه. من اینجوری فکر میکنم. آره خب دیگه این تفکر کلیشه‌ایه که خب کلا تو جامعه جا افتاده. خوبه. بعد خیلی عالی، شما بفرمایید. تو چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ سلامتی دیگه، دیدم اون روز لایو تو دیدم، بعد انقدر دایرکت داده بودم نمی اومد برات، بعد دوست دارم ببینم. دایرکتات اصلا برام نمی اومد. پس هایدا پیدا کردم، با اینکه فالوت داشتم نمیدونم چرا توی هایدا بودی. هایدا ده. ولی فکر کنم دوست خوبی برام میشی، چون خب تو که دیگه نمیدی، فقط میکنی. یعنی خب یعنی رقیب من نیستی دیگه اگه مثلا من بیام. آره این من فرق داره، من جوجوها رو میخورم تو مردا رو میخوری، با هم میریم کلاب و درو میکنیم. آره اینش خیلی خوبه، میتونم با تو دوست بشم، چون تو با اینکه خیلی خوشگل و دخترونه هستی به مردا هیچ حسی نداری و به رقیب من حساب نمیشی. تو میری مثلا مفعولا رو میگیری، منم فاعلا رو برای خودم جمع میکنم دیگه. خودم میاد که هم شکل و قیافه خودم هم. آه اوکی که اینطور. بعد 1.86 گفتی قدرته؟ آره 1.86 قدرته، 70 کیلو هم خوبه، از به عنوان یک مثلا تاپ هم خوب هستی. بعد که اینطور آره. بگو دیگه. آره کوچولو موچولو رو میتونم جمع و جور کنم، ولی مردای تنومند خیلی سخته باهاشون. بعد این تو اینکا تو رو دوست دارن با این شرایط؟ آره ولی تو ایران بیشتر. تو ایران بیشتر. اگر خودت بری جلو آینه خودت رو دوست داری چجوری ببینی؟ یعنی چی خودم رو دوست دارم چجوری ببینم؟ مثلا من وقتی میرم جلو آینه دوست دارم خودم رو یک دختر ببینم، دوست دارم مثلا موی بلند، سینه، کلا یک بدن دخترونه، لباس دخترونه و یک اینا. تو چی دوست داری؟ دارم چیزی که تو آینه میبینم و دوست دارم، چون همیشه خودم بودم، حالا چه تو ایرانش چه تو اینجا، من همیشه همین طوری بودم، سبکم همین بوده، شیوم همین بوده، حالا با تمام میدونی داستانه ای که تو ایران برات پیش میاد، مشکله که برات پیش میارن، همیشه همین بودم من. خب تو از اولم همین بودی پوزیشن تو، از اولی که مثلا فهمیدی که مثلا گی هستی پوزیشن همین فاعل بوده؟ حقیقتش تا چند تا دوست پسر اولین کلن رابطه جنسی نداشتم، چون که کلن چون سنم پایین بود نمیدونستم داستان چی به چیه، میترسیدم. بعدن دیگه تو رابطه و این چیزا بالاخره خودم رو پیدا کردم دیگه با طرف مقابلم. پیدا کردی ولی به من که حس نداری؟ نه دیگه، تو خیلی دخترونه و جنده و جنسی. آره بخواه. آره بچه ها گفتن ازش سوال کن که به من مثلا چون تو میگی من تو این دخترونه، تو این کام یه جوری دختر میشن دیگه یا نه تو این که پسرونه؟ پسر جوجو. جوجو خب خوبه، خدا رو شکر من جوجو نیستم، مثلا حداقل میخوام فقط دوستم باشی. کیت راست نکنی برای ما. هم زیاد دارم نیست که آدم با همه فاک دارم. آره نه بچه ها سال کرده بودن، خوبه. بعد یکم از ایران بگو، کجا ایران بودی، اونجا چطور بود، خانوادت اوکی هم با ها چجوری هم؟ یه مقدار سر مسائل امنیتی لوکیشن تهرانم و دقیقا ایرانم و دقیقا نمیگم، ولی تهران بودم و آره خانواده هم با هم اوکی هم، خدا رو شکر از خانواده مشکلی ندارم. از خانواده مشکلی نداری. بعد وقتی که تو ایران بودی چیز میشدی، مثلا اذیت میشدی یا نه راحت میرفتی میومدی؟ تا دلت بخواد. تا دلت بخواد. اوکی بفهم دیگه. با چیزایی که غیر از کلیشه تعریف تو کلیشه ها تعریف نشده و چیزای غیر کلیشه ای مشکل دارن، یعنی اسلام تو سوراخ کون هر ایرانی تقریبا نفوذ کرده، حالا بل نسبت خودمون. درستشان درست. خب بفرمایید.
تو بیشتر کیس چه جوریه؟ مثلا مردایی که خوشت میاد چه تایپیه؟ من فقط مردونه دوست دارم، یعنی دوست دارم مرده فقط تاپ باشه، فقط تاپ باشه، فقط بکنه، ابا خواهر نباشه، صحبتش همه چیش مردونه باشه، از کیر من بعدش بیاد. آره، مثلا مرد زشت دوست داری یا مرد خوشگل، جذاب، سکسی؟ مردی که مرد، خب مرد که نباید خوشگل باشه، مرد جذاب، صورتش معمولی باشه ولی مثلا جذاب باشه. همین، چون یه سری مردا هم هستن واقعا هم خوشگلن هم جذابن، اینجوریه که مثلا سرشون رقابت بین گیگا و دخترها. اگه مردی که مثلا خوشگل باشه من میتونم براش تاپ بشم. هم تاپ میشی؟ من تاپ میشم. یک بار تصادفی داشتم، تو من فقط عاشق فیلم ترکم، خب من فقط فیلم سوپر ترک رو نگاه میکنم، جز فیلم های سوپر ترک هیچ چیز دیگه نگاه نمیکنم، حتی با همون چیزشون، با کیفیت پایینشون و با اون زبونشون، یعنی همین ترکی آبم میاد. و آره، و دیدم که مثلا یک پسری بود مثلا 30 سالش بود، با ریش و سیبیل بود، مثلا داشت مثلا ساک میزد، با اون من ارضا شدم. اینجوری هم میتونم تاپ بشم. آره، ولی مردونه، نه برای با خواهرها و ترنسا و اینا، یک کیس مردونه. چند وقت پیش توی توییتر داشتم همینجوری داشتم بالا پایین میکردم و این چیزا، یه شیمیله رو دیدم دم مرد میکرد، ترکم بود، همین اتفاقا خونش هم نزدیکه. همه ترنس ها و شیمیلای ترک همه بکنن، اصلا اینا پولشون از اینه که کسی، چون اینا رو نمیکنه که، چون اینا که اصلا خب انقدر مردای ترک خوشگل و ظریفن که کی میاد این درشتا رو بکنه. آره، بعد چیزن تاپ هاشون هم مثلا مردونه هاشون هم بیزینسی هن، تاپ بیزینسی، یعنی پول میگیره طرف رو میکنه. یعنی دیدم که دوستام زیادن این چیزا برام تعریف کردن، به طرف پیام دادن آشناشن و این چیزا، مثلا یارو مبلغ گفته. تو ترکیه میدونم که مردا پول میگیرن میکنن، بعد کیا رو میکنن اینا در داغونا رو. استریت ها خیلی همچین به خودشون نمیرسن. این پسره خوشگل مشکل ترکی که میبینی برای فیلم هایه، اکثرا همه کوتوله و زشت و در به داغون کم و خپل و کچل و، یعنی با فیلم واقعا توی جامعه ترک زندگی میکنی خیلی با فیلم ها فرق داره. اون پسره خوشگل و جذاب و سکسی و جوستی و آبدار فقط تو فیلم ها خیلی سخت میتونی گیرشون بیاری، گیرشون هم بیاری بیزنسی هن. بیزنسی هن. ولی من که اومده بودم استانبول خوب بود، یعنی خود استانبول خوبه، شهر کوچیکش خیلی مثلا کم پیدا میشه، ولی به راست میگی همه پسراشون دیگه قد بلندشون 1.70. آره، قد بلند خیلی کم دارن، خیلی کم قد بلندشون 1.70 و بیشترین، یعنی یه کسی که دیگه 65-70 کیلو باشه دیگه اینا میتونن برن مسابقات جهانی شرکت کنن، میدونی؟ چون ذات ژنشون خیلی لاغره، مثلا دیگه 50 کیلو 60 کیلو هن اینا. بعد ببین نسل جدیدشون مثل نسل جدید اینا هم عوض شدن، اکثرا پسره توین که خوشگل مشکل ترگل مرگل، چون که بالاخره خیلی هم با اروپایی ها ترکیب شدن، مخصوصا استانبول، چون که به ترکیه است دیگه واقعا، مخصوصا نظر آزادی و این چیزا، وگرنه اسلام اینجا هم خفه کرده. بعد اینکه تا حالا تو پوشش رفتی فکر میکنم خیلی خوشگلی به عنوان یه دختر که مثلا آرایش کنی لباس زنونه بپوشی. برم تو پوشش و بخوام برم بیرون و این چیزا نه، حالا ممکنه میکاپ کنم کاملا، حتی بدون ریش و این چیزا، یه میکاپ کاملا حرفه‌ای و برم پارتی و اینجور چیزا. خیلی برای بیرون رفتن همینجوری آدم حوصله‌اش نمیکشه بشینه 2 ساعت کانتورینگ کنه، ال کنه، بل کنه. ولی فکر میکنم مثلا در نقش یک دخترم خیلی زیبا هستی، پوستت خوبه، مثلا چشم ابروت قشنگه، موهات خوبه، میتونی آرایش کنی، خیلی دختر خوشگلی میشی. خودت خوشگلی که خوشگل میبینی.
میزیم. بعد اینکه فقط پس کار نمی کنی دیگه، فقط میری دانشگاه میای. کار حقیقتا دنبالشم، آزمایشی این چیزای مدت چند جا رفتم، حالا ببینم کدومشون بیشتر مثلا باب میلمه. دارم حالا یه جایی میرم برای کار، ببینم در ادامه چی میشه. مثلا چه کاری؟ مثلا معمولا کسایی که توی ترکیه هستن بعد همین کارهای معمولی رو انتخاب کنن، مثل مثلا توی رستوران. بستگی به تخصص داره، تو میتونی بری توی یه رستوران شف بشی، میتونی بری توی یه رستوران ظرفشور بشی. ظرفشور بشی. خب تو چه کارهایی رو دیدی الان فعلا؟ من کارهای همین رستورانی رو دیدم، چون قبلا از بودم، نمیدونم عکاسی رو دیدم، حالا یه سری کار دیگه هم که تالا توش تجربه نداشتم و دیدم. به هر حال یه دوره آموزشی هم داره هر کاری دیگه. خیلی عالی. بعد تو ایران چی کار میکردی؟ اونجا خونه پدری بودی یا نه اونجا هم استقلال خودتو داشتی؟ اونجا استقلال خودم رو داشتم، تو کیش زندگی میکردم. تو کیش زندگی میکردی. اهل بیزی میزی هم هستی یا نه؟ نه حقیقتش، حقیقتش نیستی. اوکی. خب چون تاپی دیگه، کسی به تاپا پول نمیده. اتفاقا خیلی ها هستن که مثلا پول بدن و این چیزا، ولی خب کیس من نیستن که بخوام اصلا باهاشون چیز کنم. بعد خب دیگه طرفم که کیست باشه اصلا بحث پول و این چیزا در میون نمیاد. بعد کلا چجوری هستی؟ باید وقتی با یکی آشنا میشی باید دو سه بار بری دیت بعد باهاش مثلا هم بستر بشی، یا نه اول باید یکی رو بکنی بعد باهاش بری دیت؟ ببین توی تجربه زندگیم جفت مدلش رو داشتم که هم یه رابطه با سکس شروع شده، هم یه رابطه صرفا با دیت شروع شده، ولی خب ترجیح هم اینه که با دیت و این چیزا شروع بشه که بالاخره دیگه آدم های بالغی هستیم دیگه، دوران هیجانات تینیجری و هی بخوای از این شاخه به اون شاخه کنی و رابطه های بی ثباته، میدونی این چیزا. و خب من ترجیح میدم با یکی باشم که ثبات داشته باشه رابطه هم. مثلا من اکثرا رابطه هم چند ساله بودن. آه بعد پس تو اول الان توی 25 سالگی فکر میکنی دیگه مثلا تو اون تینیجری تموم شده و باید بری توی یک رابطه سالم و رل و اینا؟ آره طی سالهای اخیرم همین بوده، ولی خب کلن از نظر من اینجوریه که به نظرم اگه میخوای وارد یه رابطه ای بشی که یه سری قواعد و قانون توش داره، یه رابطه ای که واقعا اسمش رابطه هست، نه صرفا یه وان نایت قرار باشه باشه، خب بالاخره براشون وان نایت پیش میاد تو طول زندگی. ولی وقتی که بحث رابطه و این چیزاست، بین دو نفر مکالمه سر این شروع میشه، خب ترجیح اینه که طرفو بشناسم. برای چی کنم؟ برای اینکه دارم میرم ریف پارتی. این که من میزنم گیلتره. درسته. لیدا جون تو لایو اگه میتونی بیای بالا کامنت بذار. خب بعد اینطوری، بعد دوست دارید گفتی تایپت هم تو این کار هستش، بعد توی زندگی چجوری هستی؟ اوپن مایند هستی یا نه با یکی بری فقط باید خودتون باشید، اهل مهمونی نیستید، محدود میکنی طرف تو چجوریه؟ ببین ترجیح میدم که از نظر رابطه جنسی فقط خودمون باشیم، ولی خب حالا اوپن ریلیشن هم باز بستگی به آدما داره، ولی خب ترجیح اینه که خودمون باشیم، در صورتی که میدونی رابطه لانگ دیستنس نباشه و نزدیک هم باشیم، قطعا ترجیح هم که خودمون دوتا با هم باشیم. و اون سوالی که پرسیدی بود، بچه ها دوستان گفتن که میکاپ هم بذار آموزش میکاپ کنم، میکاپت هم خیلی دوست دارم. میکاپ هم خوبه حقیقتا، حالا الان دارم خیلی سری سری و هول هولی میکاپ میکنم، من میکاپ ریو هم میکنم، حالت دارک و مدلیه دیگه، داری میری تکنو پارتی دارک. بعد میکاپ عروس هم میکنی؟ تو ایران اتفاقا خیلی این کار کردم، خیلی عروس درست کردم.
بعد گفتم که اگه اومدم دیدمت یه شب منو عروس مثلا در حد عروس درست کنی صورتمو. میتونم. آره بعد آره من لب... آره یک چیز کن، چون فکر کنم میخوام تولدم رو تو ترکیه بگیرم، به خاطر همین یعنی همین خودمون مثلا دو سه تا بچه ها بیشتر نیستیم یک کیک بگیریم. بعد گفتم که آرایشم رو تو در حد عروس میتونی هدی، آره میتونی هدی تولدم رو عروسم کنی. کاملا میتونم این کار کنم. بهترین متریال استفاده میکنم، فنتی بیوتی، شنه شنه. آره خب که این طور بذار یه دوست دیگه هم اینجاست. عکس دخترونه داریم تو پیج سلام آریان جان، خوبی؟ خوش اومدی عزیزم. حضرت شم تولدت مبارک. سلام تولدم نیست آقای بلا. سلام آقای بلا، خانم بلا یا آقای بلا فرقی نداره، هر چی صدا کن. آقای بلا چه خوشگل شدید، چقدر استایلتون و چقدر سلیقه‌تون قشنگه. من واقعا محو آرش کردن شما شدم و چقدر شما جذاب و لعنتی هستید. مرسی. بعد ای شما بچه کجا هستید شما؟ آقای خانم بلا ناف استانبول. کجا استانبول؟ من الان استانبولم. دور برای تو یه نشون بده ببینم. سلام. آره این هم که میشناسیش که بچه استان با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان. سلام خوبی؟ خوش اومدی عزیزم. آره یعنی خوبی؟ وای تو که هر روز یک چیز کم میشه، دو تا دندونات هم افتاده. دو تا دندونم نیفتاده. نه بابا تلاهه نیفتاده که بابا. آریان دیگه انتظار نداشتم، انتظار نداشتم شروور بگی ها. نه خب دوتا دندون دو افتاده، گفتم چیزی شده دعوا کردی چی شده؟ نه افتاده همون دوتا دندون پول جایزه یه دختره. درسته. اوکی نوش جون. خب بلا داشته میگفتی عشقم. بعد داشتم میگفتم از چپ به راست، از چپ به راست سوراخ اولیه کی زدی؟ من نمیدونم چرا این آر... هیچ وقت با این آرش نتونستم بچ بشم، خیلی نچسته. آریان چی دوری دوست داری با من مچی؟ نمیدونم جدی میگم هیچ وقت نتونستم با مچ بشم، خیلی فکر میکنم نچسبی و بیروحی. تو گوشتختر از منی؟ نه نمیدونم خوشه، ولی تو فکر کنم نمیدونم تو خیلی گوشتختی، اصلا به دلم نمیشه، نمیتونم باید ارتباط بگیرم. فهانیه؟ آقا وایسا اون شب رفتیم باغ یارو سگه منو گره؟ آره نه نه ببین سگ سگ نگه سگ سرسی سگ گوشت آدم تلخو میگیره، گوشت شیرینه نمیگیره. آفرین ما گوشتمون شیرینه. شاید اونم شاید اون اون سگم دو جنسه بوده به خاطر اون. میگم سگ یکیه که نمیتونی در مورد صحبت کنی. راست میگه سگ ترسید گوزید و فرام. آسیب و گوزید و فرام. خب اوکی تو آرش فعلا لال شو، من میخوام با باله صحبت کنم. خب باله جون چی میخوای بگو؟ صحبت بلا باله چیه؟ آه بلا بلا چی میخوای بپوشی این شبش خان؟ کلا مشکی؟ اینا رو پوشیدم. آه اینجوری میخوای بری؟ خب چرا موهات تو مشکی؟ بلا جون آرش، جون آرش همینجوری بری از چپ به راست میزنن به راست. من در دهاتیه که در دهاتایی که تو توش رفت آمد داری نمیگم که بخواد از چپ به راست بشه، خیالت راحت. داداش یه چیزی دیگه باید به راست بشه.
یه ذره آب خنک بخور ویندوزت بیاد بالا. بلا بچه کجایی؟ بچه کجایی داداش؟ تهران. کجا تهران؟ یه دقیقه کارت بده بره یا آبسی بگیره داری؟ پول بهش بده بابا. اینه ها بابای سوپری ها زیاد نده. چیز میسم تو کی میری خونه؟ بیا. من یه ساعت دو ساعت دیگه یه لحظه ایچی نگی تمام بود مریم صحبت خب آقا کسی حرف نزنه من با آریا میخوام صحبت کنم. بفرمایید. اوکی تا بلا جون یکم آرایش میکنه من با شما صحبت کنم. میسم عیدت مبارک، روز نمازت قبول شه، خبر فدات شم قربونت. من کیش بودم تازه دو روز اومدم جات خالی. آریان اگر کیش بودی من کیشم میریختم به هم. یعنی کیو فرستادیم آسیب بخره بخره. یه لحظه آریا هیچی نگو میگم کیو فرستادیم آسیب بخره. میسم میشه آرشو خفش کنی؟ ببین در پوش من خیلی ها میخواستم بزنن ولی نتونستم. ببین آرش یکی از بچه های منطقه یک تهران ها. آریا اینجوری نگاش نکنه. آرش اگه نهش به شخ رفت تو منطقه یک تهران. من اینه دارم چجوری کیش میره، یه نت نداره چجوری کیش میره. بذار منم بیام بالا الان نتم خرابه. آریان آب یه دقیقه صبر کن من دارم گوش میدم. وایسا آریان اینو به خاطر خودت بیام بالا. بابا میگه نمیخواد بیاد آرش. بیام بالا نه عشقا من به میسم میگم تو رو خفه کن تو میخوای بیای بالا. ماما میگه نه بذار من یه دقیقه یه لایف بذارم پنج دقیقه. جانم آریا یه دقیقه باز داشتم میگفتم عشقم گفتم عیدت قبول، روز نمازت قبول، کیش چطور بود؟ فدات بشم آریان جان. آریان ببین من همین جوری که راه میرم خب شیشه نفر خودکشی میکنن، 7-8 نفرم زخم. وای میسم بزنم حالا به هم خواهد بسرد. برو پایین بابا. نمیتونی تخمیه. نه چی؟ نه الان میخواد نیسم برو گم شو پایین خواهد تو سرت. واقعا من موندم اینا چجور جوونایی هستن که یک نت ندارن چجوری زندگی میکنن خواهی تو سرشون. آره به خدا ادعاشون هم طبق واقعا چجوری ادعا میکنن چجوری زندگی میکنن. مردای علافی که ساعت 11 شب تو ماشینن بی سر پا یه خونه ندارن واقعا مایه اصلا خیلی من به خاطر همینه که اصلا از مردا بدم میاد. منم از مردا خوشم نمیاد. سلام واسه عشقم خوبی خوشم قربونت عزیزم. ببخشی یه لحظه من اینو بذارم کلامم سرم کنم اومد بشه. واقعا یک نت درست ندارن، یک گوشی ندارن، یک تو جیبشون 2000 پول ندارن، فقط ادعای بدبخت. اصلا واقعا نه شغلی نه درسی نه کاری هیچی. دقیقا درس مهم ترینشه. هیچی ندارن. باشی پولم داشته باشی به درد نمیخوری، یه گاوی شون فقط. وای من بابا میسمو که بچه‌ها دیدی به آوردن بالا تو ماشین دو تا اون آرش نچسب کتولم کنارشه که آدم حالش به هم میخوره خاک تو سرش. من بشه اون کتوله بودم میمردم با اون دندوناش. حیف بابا اینجوری اصلا چی میاد دوری بالا ایش بدم میاد. درودش خم چطوری آریان جون؟ درودش خم خوبی؟ کجا بودی تو؟ بیرون بودی؟ خم نه عزیزم تو خونه بودم آریان جون. از ظهر تا ظهر که خوابیدم، ظهر به بعدم پدرم در اومده تو آشپزخونه ظرفش و خونه رو مرتب کن. وای نگم برات هلاک شدم. خب هلاک. چرا چند شب کلا میذاری؟
آره انجام، من یک نوری هست خونه من اله، خب پذیرایش اله، بعد نور غیر مستقیم که میذارم چهرم خوب دیده میشه، خب بعد الان این لامپ لعنتی سوخته از اون لامپای گنده، یا مجبورم یه مدت اینجا بشنم تا برم یه لامپ بزرگ دوباره بخرم. چش کردیم لیدارم، چش کردیم. نه من نمیتونم خوبه خواهی بسترم. آه اوکی درسته. خب بس به خاطر اینو کلا میذاری؟ آره آره به خاطر نور یه لامپ که بخرم اوکی میشه. رینگ لایت هم خریدم، نورش خوب نیست، اذیت میکنه. اوکی با دوست عزیزمون آشنا شو، بلا هستش، بفرمایید بلا جون اگه میخواد با لیدا جون آشنا شو. درود بر شما، مرسی بلای عزیز. بله خوبی؟ اسمت لیداست درست؟ بله عزیزم، خوشبختم از آشنایی. مرسی گلم همچنین. به بچه آرایشی تو میکاپی؟ آره داره میره پارتی، پس من یکم با لیدا جون صحبت کنم تا این بلا آرایشش تموم شه. لیدا شام چی داری عشقم؟ شاد کاری میترسم بگم دلت بخواد عشقم. نه من چیز که غذا دارم بگو عشقم. ماهی دو دارم، ماهی سرخ کردم، برنجم دم کردم، جات پلو ماهی داریم امشب. آه بعد چیزه، حالا خب تو که خیلی غذا خوشمزه درست میکنی، اصلا اگه آبم بیاری جلو آدم خیلی خوشمزه است، ولی کلن من با ماهی رابطه خوبی ندارم عزیزم. خب منم دیر به دیر میخورم، اینجور نیست که بخوام مثلا هفته یه بار بخورم، در ماه دو بار ماهی میخورم. من اصلا الان فکر میکنم نزدیک 5-7-8 ساله 10 ساله من ماهی نخوردم. او مای گاد، چون ویتامین داره آخه. میدونم اصلا میونه خوبی با ماهی ندارم، اصلا دوست ندارم. مادر منم همینجوری از ماهی بدش میاد، ولی تون ماهی واسه میخوره. ولی من نه، من عاشق ماهی میگو، ماهی و میگو خیلی سلام. من تون ماهی هم از مجبوری میخورم که ببخش اگه هیچ تخونه نداشته باشم و وقت نداشته باشم یه دقیقه بذارم فقط با تخم مرغ بخورم، همین. خب بهتر از این گوشت خریه که تو رستوران ها این ورور به خورده آدم میدن. گوشت خر و امروز تو این استا یه چیزی دیدم، یکی بچه برم فرستاده اصلا حالا به هم خورد، میگو توی رستوران گوشتش 6 تا آدم رو تا حالا تبخ کردن دادن به مشتری، 6 تا آدم ایش حالا به هم خورد. من دیگه غذای رستوران نمیخورم، مخصوصا تو راهی. ماهی و مرغ خوبه، چون میدونی ماهی و مرغ دیگه قلابی نیست دیگه، ولی گوشت قرمز ایش. تعطیلات تموم شد؟ تعطیلات چی میرد؟ تعطیلات چی دیگه الان برای عید فطر بود کلان تموم شد؟ نمیدونم دقیقا، چون من مناسبات عربی رو اصلا نمیدونم کی میاد کی میره، ولی فکر کنم تموم شده. آره تموم. 2 روز عید تعطیل. آره تموم. امروز هم که فکر کنم چون شنبه بود. سلام خوش اومدید. تو نرفتم. چرا بتمن انت؟ آره. وای من یخ کردم. بلا دیگه تموم کن، ما می‌خواستیم با تو صحبت کنیم یکم بشناسیم تو. هم اول اومدی من چایی رو داغ کنم. الان چایی یخ کردم. جان موقع میکاپ حرف بزنیم، تک بادی نیستم، دوست دارم کل حواست به اینجا باشه. من نهایتا تا 11:30 باید اونجا باشم، الان 10:57 دقیقه است. اوکی تو اگه هر وقت دوست داشتی بگو که برو که من مزاحمت نشم. بعد که اینطور سلام بهار، خوبی؟ خوش اومدی. در اتاق هم بگنه خدم برش. واه همه دارم میرن که ایش. بپرسه آیا انجون اون کسی که آخر بمونه برای شما و برای من، ما برای هم بمونیم، هرکی میاد میخواد بره. درست داره. بعد ماهی درست این شب تنها یا مهمون داری؟ یکی از دوستان پیشمه. یه ماهی رو کنم به دیده جان. این خانومی که با این هستن خوبی؟ مرسی خوش اومدی. بهار بودی تو لایو ای بی دیدم، یه بیوگرافی بده.
23 شمال ایران. 23 هستین شمال ایران. بعد گفتی که ترنس خانوم یا آقا؟ خانوم. خانوم. یعنی میخوای آقا بشی یا خانوم بشی؟ خانوم بشم. آه خانوم بشی. چون خب خیلی زنونه ای. اصلا نشون نمیده. نه جدی. به زنونه گی من که نمیرسه. ولی خب آره تا حدودی. آره. نه اصلا خب نشون نمیده که مثلا من فکر کردم خانومم میخوان آقا بشن. بعد موها تو همه این فکر رو میکنن. من تو هر لایبی میرم فکر میکنم من میخوام پسرشم. آره پسرشم جان. خب آره خب خیلی زن. بعد چقدر بیوگرافی تو بده وزن و قد تو بگو چون خیلی برام مهمه. 175 قدمه. 64 وزنمه. خیلی خوبه به هم میخوره دیگه. 1.7 من 1.80 هم با 60 کیلو. خوبی دلاغه هم نیسته. خوبی دوبانه ما باربی پوری باربی هست باربی پول 60 کیلو. ولی قبلا 50 و چیز بودم بدون سینم 55 کیلو بودم بعد سینم شدم. جان نگذاشتی؟ یه چیز کوچیک دارم حالا نشون نمیده. نه اوکی حالا برات نشون میده. عمل کنی نمدش رو بذاری. دوست دارم 85 داشته باشم. این الان 75. اشتاله که حالا یا با دست یا دوست آره. چیزه بعد چی بهش میگه؟ تو سینه نداری؟ رایت. من دارم. داری؟ چند تا؟ نمیدونم. من کوچولوه. چقدر مثلا؟ 60-70 زد. بزرگ نیست. 70 اینو آه؟ ژل زدی یا نه با هورمونه؟ با هورمونه ژل نزدم. با هورمون خوبه. الان در حال هورمون خوردنی؟ آره. بله. درسته. بعد چند وقته که الان داری هورمون میخوری؟ من نمیتونم اسم. من یک سال خوردم الان دو ساله نمیخورم. خب بعد اگه نمیگن که بعد هورمون همیشه بخوری چون دو تو دست نگه دار چون هورمونم خیلی بالا رفت. بالا رفت. بعد عوارض داشت یعنی؟ عوارضم که پوکستخان گرفته بودم. پوکستخان گرفته بودی. بعد راستی دیگه سوالی دارم بفهمشم. به خاطر هورمون پوکی استخان گرفته بودی؟ هورمون زنم خیلی بالا رفته بود چون قبل از هورمون تراپی هورمون زنم بالا بود. من فقط واسه معمش بزرگ شدن مامانم خوردم که میخواستم بزرگتر شه ولی سنسی زیاد نداشت. جان بله لیدا جون چرا تو نمیخوری هورمون؟ هورمون من همین دیگه چون اثرات روحی روانی داره و اعصابت ضعیف میشه ترجیح دارم که هر کاری خواستم انجام بدم به صورت طبیعی انجام بدم. عمل پرتز سینه عمل زیبایی هم عمل چه کاری برم خودم رو روانی و دیوونه کنم. بچه تصویر من خوبه ولی چون نت چهار نفر شدیم و فکر کنم نت بهار یکم ضعیفه اینجوری تار شده وگرنه نت من اوکیه. درست برای منم نه درست میشه من نت همتون رو دارم اوکیه. اوکی بچه هم آخر قرای لایو دیگه بچه اینجوری شده. بعد گفتی 23 سالته؟ من 12 روز دیگه میشم 24. 24 میشی. بعد با خانواده ای؟ آره با خانواده. میتونن ترنسی اوکی هم؟ آره کلن چون از 6 سال پوششم دیگه اوکی هم. حتی مامانم نمیذارم من جراحی کنم میگه هر پسر میخواد تو رو همینجوری بخواد. چقدر خوب مرسی. درست صده به نظرم چون که اکثرا یعنی من تا حالا ندیدم بگه که حس جنسی نرفت و میگن دروغ این حرف که بعد عمل حس جنسی و میل جنسی داری. چای میخوری؟ اگه اینکه نه مامانم چون اطلاعاتش زیاد بود در مورد مولد دوستایی داره که جراحی کنن مثلا ما بچه‌هاشون نمیذاره من جراحی کنم. میگه بدون این کارا نمیدونم ماشین بگیر خونه بخر برای خودت مستقل شو برو تفریح برو تفریح.
موهاتو میشه ببینم؟ بیا جلو موهاتو با دستت، میخوام ببینم چقدر. موهاتم خیلی خوبه. بعد پوششت چجوریه؟ بعد یعنی مجوز داری یا نه همجوری میری بیرون؟ نه مجوز دارم، من مجوز دارم 6 ساله. بعد خب میرم هر سال روان درمانی چیزا، چون همون گفتم 1 سالی که هورمون مصرف کردم خیلی عوارض شدید داشتم و پشتم هم یه اقدام خودکشی میکردم. بعد آره من 2 سال مانتویی شدم، قبلا تو دانشگاه چون میرفتم چادری بودم، ولی خب الان دیگه آزادم. آزاد سر کار میرم مانتویی. بعد ببخشید مثلا جای زیارتی میری مثل حرم اینا، میری سمت زنونه یا مردونه؟ سمت زنونه میرم، دیروز استوری گذاشتم با چادر. با چادر. بعد ببخشید طرفی خانومی که مثلا ببینه آره چک میکنن دست نمیزنه به پایین میکنه. من مشهد که رفتم همه مامانم نوار بهداشتی گفت بذار که بگیم پریود این چیزا، ولی خب مامانم 10 ساعت دید مامه دارم، چون اینجوری که مثلا میری بازرسی قشنگ اینجا تو همه رو میمانه. آره. کامل. حتی بعضی وقت داخل سوتین هم نگاه میکنم مثلا موادی چه تفنگ چیزی نباشه. بعد اونجا من جان نداره. چی میگه؟ بیلا جون یعنی ترنس حالت عادی حق زیارت ندارن از قسمت زنونه استفاده کنن، تو قسمت مردونه هم برن کننشون. نه من که رفتم واقعا یعنی میگم حتی با پارتنرم که 2 ماه مشهد زدگی کردم میرفتیم هر روز حرم، مشکل نداشتم. بعد تو دستشوی زنونه میری جان؟ برای سرویس بهداشتی هم زنونه میری دیگه؟ کنه زنونه هست، میگم 7 سال کنه همه چی دختر بود، یعنی میگم چون بیافت اینجوریه اصلا خودم عادت کردم. بعضی وقت یادم میره مثلا قبلا پسر بودم، مثلا بعضی وقت واژن دارم یه جایی که اینقدر تو خودم میرم. مثلا من این روز مسافرت رفتیم بعضا فکر کنم واقعا واژن دارم و اینا، بعد از درود دیدم بعد که من اصلا پایین هم چیز دیگه هست اصلا واژن ندارم مثلا اینجوری بهتون میگم. آره بعد ببخشید سوال میکنم، فقط از نظر علمی میخوام بپرسم پایینتون بزرگه یا کوچیکه؟ من کوچیکه. چقدر؟ نه به عدد بگید. من کلا کوچیک بودم.